سلام دارم خدمت تمام هموطنهای خوب نازنینم افغانهای گل و افغانستانی های عزیز امیدوار هستم هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشید سلام دیگری دارم خدمت تمام همزبانهای خودم فارس زبانها امیدوار هستم فارس زبانهای عزیز یا هم زبانهای ما امیدوار هستم هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشید <تصفح> نازنین صبح زبای شما بخیر خیر صبح بسیار زود است و من در خدمت شما هستم خدا کنه که صدا خوب باشه عزیزان دل من همیشه صدا رو چک میکنم بعضی هایتان که میگین صدا نیست ویدیو رو یک بار رفرش کنید یوتیوب باز درست میشه من همیشه صدا رو چک میکنم باز در یوتیوب مندازم خب نازنین خدا کنه که کلتان جور و سالم و صحتمند باشید و روز هم به خوبی و خوشی تجلیل کرده باشید نازنینا دیروز روز عاشقا بود و ما خب طبق معمول ما یک خانه سالمندان یا بگوییم برتان یک آسایشگاه در نزدیک خانه ما داریم طبق معمول من همیشه اونجا میرم مایی دو بار، مای یک بار میروم با یاد پدر جان و مادرم یک بار میروم اونا رو از اونا دیدن میکنم یکان چیزگایی مثل چی برتان بگویم کوکیز یا همو کلچه، شرینی یا میوه، سالات جور میکنم برای هر کدامشان میبرم خب از دیروز یک بستگول گرفتم یک دستگل روز که خود من روز بسیار خوش دارم روز گرفته رفتم که برای هر کدام اینا یک شاخه گل بتم برای هر کدام اینا رفتم سلام علیکی کردم اینا با من خیلی آموخته هستن و تا مرا میبینن کلشان صدا میکنن بعضی بس بسیار ضعیف است یعنی تایم اینا را میفهم که چی تایم اینا میرن در روی اولی یا چه تایم اینا در سالون هستن چون اتاقایشان جدا جدا هست نمیتانیم داخل اتاق اینا بریم اگر وقت بریم باید تایم به وقت بگیریم و اول اپایندمنت بگیریم بسیار سخت است اجازه ورود هر کس نمیده چون شخصی هست یک آسایشگاه خانه سالمندان که هست شخصی و بسیار کلان است که هر اولاد پدر و مادرش یا مادرش هم اونجا میمونه قیمت یا اتاق که اتاق بسیار قیمت است تمام چیز داخل اتاق است بر از نام ایتا تو نیستن که نه یک سالن کلان باشه کلشان در یک جای تخت تخت باشه اینا هر کدام از خود اتاق شخصی داره و بسیار جای خوبی هست برای کسایی که تنها هستن و نمیتونن از خود معاذبت کنه اونجا پرستار هست و دکتر هست و همه چیز خب <تصفح> ما یکم ریزیش هم دوباره خوب خب عزیزان رفتم من که هر دفعه اونجا میرم نمیتونم جلو عشق <applause> ما بگیرم چرا؟ در یاد خود ما میفتم میگم یک روزی ما ممتا پیر میشیم یک روزی ما را نکنه اولادای ناساله ما را دست ما را بگیره و بیاره همینجا بانه خب البته خیلی هایشان فرزند ندارن اینای که اینجا هستن خیلی هایشان تنها هستن و هیچ اولاد نکرده و خیلی اولادایشان آورده عزیزان خب من امروز داستانی را برتان میگم که متوجه اموال و ثروتتان باشد اولاد باشه زنده باشه ولی تا روزی که زنده هستید سعی کنید اختیار خودتان از دست اولاد ندین درست است که اولادای ما خوب است و مهربان است اگر اولادی که ما امروز داستانش برتان میگم اگر تمام زندگیش پای اولادش نمیکرد شاید امروز ای خانم در خانه سالمندان نمی بود شاید در اولی خودش می بود شاید در خانه خودش می بود این تجربه ثابت کرده عزیزان در کشور ما چون ما خانه سالمندان نداریم و در ایران بسیار زیاد است خیلی از ایرانی ها را من میبینم که همیشه داد میزنن میگه هیچ وقت ثروت خودتا برای اولادت ندی ند راست بگم من یک دوست داشتم دوست و همکار که با همدیگر گپ می زدیم. می گفت تازه یک اولی را خریدیم دمی تارزانه اولی خریده بود می گفت هفت میلیون دلار ما یک اولی خریدیم بعد ما خودم در آپارتمان بودم نو پیسای ما جمع کردم این آپارتمان تو آپارتمان که بوده داخلش البته ای بسیار مردی پیسدار است و بسیار پول دار. بعد در دا آپارتمان بودم بعد چندین سال تا دیدم که یک خانه خریدم بعد خانم خورد بود دور نو سودا کردیم یک کلان گرفتیم دو تا اولاد داشت گفت که گفتم خوب چند آپارتمان دارین همکار بودیم گپ گف میزدیم گفت من سه تا آپارتمان دارم یک خانه خردتر و یک خانه که نو خریدیم بسیار کلانتر گفتم خوب خوش به حالت پس و دو تا آپارتمان در کرا گفت نه یک کشه دا دادیم دو دانش یک کشه یک دخترم در دا داخلش میشنه مرگش شمیتا یک یک بچه هم داخلش میشنه مرگش شمیتا باید گفتم اونا باید بر تو کرا بتا گفتا گفتم چرا خب تو خو دو تا اولاد داری همه سرمایه گفت من تو روزی که زنده هستم بر اینا یک پنی نمیتم یعنی یک سنت بر اینا نمیتم گفتم چرا و به خاطر که من دیوانه نیستم که اینا باید از یال اینا زارگویی ما باشه اینی مرا بتن اگر من اینا رو اختیاردار مال و ثروتتون بکنم گفت داستان های ایران هم میشنوین که چقدر مادر و پدرایشان هم میبره خانه سالمندان میمانه شاید در کشور شما هم قسم باشه. گفتم خدا رو شکر ما تنها چیزی که نداریم در افغانستان دیوانه خانه است و خانه سالمندان گفت چرا؟ خوب گفتم دولت دقیقیش نیست اگر هم باشه یکان تا که کسی از شرم مردم یا از ننگ مردم مادر پدرش اونجا برده نمیمانه و خدا همسایهاش مردم افغانستان قدر پشت گپ میگرده خوب از این را از دان از شنیدم بسیار خوشم آمد از طرز فکر و رفتارشان دیروز هم تو گل میدادم برای همگی سلام علیک در زبان انگلیسی کلشان سلام علیک میکرد یک خانمی را که در انگلیسی برش سلام دادم گفت که سلام یعنی من بعد از او گفتم گود مورنینگ و برای من گفت سلام صبح بخیر گفتم ای e, تو فارسی میفهمی گفت ها میفهمم کم کم ولی یادم رفته تا او حد میفهمم که یک نفر کتش قصه کنم هی دیدم که در لحجه ما گب میزنه باور که بسیار تعجب کردم گل دادم به دست نفری که اونجا بود گفتم تو امیره بطیق من شیشتم در پایانی که در شوکه بود من روی زمین یعنی سرپای ششتم گفتم از کجا گفت از کابل گفتم از کابل هستی؟ گفت آه. چند سال میشه گفتم در امریکا هستی؟ گفتیش گبش نپرس بسیار سال ها شاید چل و سال میشه که من در امریکا هستم خود خانم که گفت من شست و پنج ساله هستم ولی برش نمیام از شست و ساله باشم اگر روبرو می دیدی می گفتی اشتاد 90 راحت داره اینقدر قدر ای پیر ای قدر ضعیف و ناتوان پرسان کردم که خب شاید کسی را نداشته که اینجا بودی اشکاش هم تو می رفت. گفت نه داشتم گفتم اولادای تو را اینجا آورده گفتا شوارش چی گفته مرده چند سال پیش گفتم اولادای دختر است و بچه گفت بچه دو تا بچه گفتم یعنی اولادای تو را اینجا انداخت چقدر وقت میشه گفتم من تو را اینجا بسیار میبینم ولی من از اینا همیشه پرسان میکنم که از اینا پرسان کردم و اینا گفتن که افغان است از افغانستان است گفتم من تو را اینجا میشه میبینم گفتم چند وقت اینجا میشه گفت دو, دو, دو سال دو نیم سال است تو یعنی دو نیم سال اینجا است اولاد های چقدر چقدر زود می آید از خبر می گیرم گفت یکش که دمی دو نیم سال یک بار آمده روز که مراورد. دیگه فقط برم زنگ میزنه. ما یک بار یک کنیم ماه یک بار گفت او یک که دیگه شام سه چهار ماه یک بار می خبر ما می گیرم. گفتم خب قضیه داستان برای ما تعریف و گفت و در روی زمین ششته شو یا میشه ما ای یک گوشه بشینیم اونا گفتن چرا نه؟ گفت ما ای افغانم است از وطنم است میخوایم یکم قصه کنم یک ده دقیقه خیر پرستار که اونجا بود بر ما گفت سعی که طولانی نشود که بسیار ضعیف است و وضعیتش بسیار خراب است گپای نزن که ناراحت شود چیزای نپرسان نکو که ناراحت شود ای بسیار اعصابش خراب است گفتم صحیح است یک گوشه گیر کردیم ما شش در سر چوکی گفتم که خب تو قصه کن من گوش میکنم. ما چیزی از تو نمیپرسم. گفت از کجا بگویم؟ گفتم خب سال که آمدین در امریکا بسیار جوان بودی نه بسیار زیاد نام خدا مقبول است گفته بسیار جوان بودم مقبول بودم گفتم حالا مقبول است گفتم اولادایت در کجا پیدا شد اولادایت اینجا یا در افغانستان گفت نه اولادای منجا شوهرت چطور بود خوب بود مرد افغان بود خودت میفهمی که مرد افغان کم تون خو هست ولی مهربان هستن مهربان بود گفتم خوب چی مشکل داشت که فوت کرد گفت فشار خون داشت و بعد کم کم سرطان تبدیل شده بود سرطان داشت سرطان را کشت گفتم خودتا خدا رو شکر که مشکل نداری گفت نه من مشکل ندارم گفتم چکاپ میشی گفت آه اینا اینجا چکاب میکنم گفتم خوب من نمیخوایم ناراحتت بسازم بر من بگو که چرا اینجا هستی چرا اینجا تو را آوردم گفت ما وقتی که ما آمدیم وارد امریکا شدیم ما یک دختر تحصیل کرده در افغانستان درس خوانده بودم اینجا که آمدم ادامه دادم و خواستم که برای خود یک زندگی آبرومندانه جور کنم کار کردم کار کردم با شوهرم و شوهرم کار میکرد ما یک دوکان باز کردیم یک لباس فروشی بسیار خورد که لباس های افغانی در داخل از دومه فروختیم هر رقم لباسی که از ملک خود ما بود سودا میکردیم خب گفتم که خب چی کردین لباس بعد لباس تان دکان تان کلان شد گفتا دکان, ما کلان شد و کم 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 واسط پیدا کرد و خلاصه در یک فروشگاه بسیار کلان تبدیل کردیم و بعد یک از دکانی یک خورد درک گفت کم کم کلان شد گفت تقریبا 20 سال ما دوکانه داشتیم بسیار از این خوب مافات می گرفتیم و بسیار روزگار ما بسیار خوب بود که شوهرم دوچار مشکلات مرز مریضی شد دوچار دو مریضی شد و شوهرم مریض شد پنج سال شوهرم مریض بود و خب خلاص ما ای دوکان سودا کردیم و جمع کردیم و پیسهش خرج شوهرم کردیم و چون ما درآمد ما خوب بود ما هیچ کمک از دولت نداشتیم تمام پیسه ما رو خرج دکتر رو دوا میکردیم تا بالاخره که دکان رو دا در کرایه دادیم و دکان از خود ما بود و جمع کردیم ما شروع کردم از شوهرم رو معذبت کردن و بچه هایم درس میخوندن و اینا کلان شده بودن خب خلاصه یک خانه بسیار خوبی کلانی داشتیم پول دکان و سرمایه ما کلش در مریضی شوهرم خرش شده و بالاخره شوهر جورم نشد فوت کرد ای که فوت کرد بسیار یک ضربه ما کمی بود در ما که من بسیار از بعد از شوهرم روزهای بعدی را دیدم تا اینکه بچه ها کلان شدن و در دا داخلم خانه می و یک مقدار پیسه پسنداز داشتیم و من کار نمیتونستم تانستم کار ایلا کردم یعنی سر گیجه پیدا کرده بودم همین که سرم دور میخوره و وقت رفتم دکتر رفتم آمد و می گفت تخصیر ضعیفی است و در خود برست و ارزش گفت خب خلاصه خوهر سارا بسیار سخت دیر شد، درم از سرم تمام شد و نه ورزش میتونستم، نه بیرون رفته میتونستم، نه هیچ چی کده میتونستم روز تا بگاه خو, خو تا بالاخره که بیخی گفتم این دیگه بیخی تمام شدیم، دیگه ای تو نمیشه بچه ها کلان بودن و ایش دوست دختر بیار، و ایش دوست دختر بیار، و خانه هم کلان دیگه خورد و خوراک و خورد و تید و پاش و ها تمام شد اینا کارم نمیکردن و همو در بحانه درس و خب این دوتا بچه بسیار یک دوتا بچه به رو و به چیز بار آمدن شروع کردن که ما خانه را سودا میکنیم ما در دیگه آپارتمانی خورد میشنیم پیسا نیست و قرصار شدیم و از بالا آوردیم خب خلاصه مرا مجبور کردن که من رضایت بتم و خانه رو بر از اینا سودا کنم خانه را سودا کردم خواهر سارا در سودا ماندیم و این دو تا ما گفتم ما خانه را سودا میکنم، کنم در آپارتمان میشنیم ولی ما پیسه قرضداری تا نمی دیگه شه بر تان اینو قبول کردن هر دو گفت صحیح است رفتیم یک آپارتمان بسیار خرد خریدیم که آپارتمان سه تا اتاق داشت و این خانه را سودا کردیم سودا کردیم و پیسه قرضداری اینا رو دادم من یک مقدار پیسه در حساب خودم همونطور که از اینا کتی اینا وعده کرده بودم که وصیت پدرشان بود که هیچ وقت سعی کنین مادر به خانه نباشه خب خلاصا در خانه شش دو آپارتمان و پیسه در حسابم بود و کم کم من دیگه زنی نبودم شاد و سر حال که من بروم کار کنم و بروم خوش باشم و خوشی کنم خب خواهر سارا یا آپارتمان از ما بود و که بچه ها بین خودشان قدر جنگ میکردن که او تو روز نبود که اینا پولیس نبیایه و اینا را نبره و نصیحت نکنه و دیگه نکنه که تا اینکه بچه کلان که هیچ از ما خبر نمیگیره برتان گفتم او یک ذره وحشی تر بود ای جدا شد از ما یکی از ما جدا شد ای بچه خورد پیش ما بچه خورد که پیش ما من ماند و هر روزی بر ما یک مقدار محبت میکرد آن مادر جان ده حساب چقدر پیسه داری حساب دا ما باش یک کار جور کنم یک کار میخوایم شروع کنم مادر بیا کمک ما کو بیا پیسه تدبیتی که ما یکان بزنس شروع کنم من همی فاهم در موترش فروشی میخوایم سهم بگیرم نمی ده اینجا سهم بگیرم خب خلاصا یک روز رفتم کل حساب تبدیل کردم ده حساب ازی یعنی هرش پیسه داشتم در حساب بچه من داختم و ماند یک آپارتمان که مادر جان سند آپارتمان در نام خود بود گفت مادر جان همی در امریکا آدم مرگومیر خبر نمیکنه تو می مام جوان است و مگه گروز بومروم وقتی مرگ خبر نمیکنه بیا کمک کنیم آپارتمان در نام ما بکنم بیادر کلانم بسیار یک وحشی و دیوانه هست یک روز آمده تو را یگان بلا سرت نبیاره که بیا آپارتمان در نام اول قبول نکردم بعد دیدم که بچه خرد از بچه کلان کرده بهتر است و گفتم خو خیر است امیره می کن راست میگمی بچه که او بچه بسیار بچه بسیار, بسیار است و روز یک دوست دختر علش میکنه یک روز آمده همجه خفه نکنه که بردم خانه را در کردم در کردم که یک روز بچه آمد و خب بعد از چند مدت گفت که مادر سلام لیکی کرد و مادر جان من میفهم ده اصابه پیسه هست یک مقدار پیسه کمک ما که من میخوایم یک کار رو شروع کنم برای از این گفتم بچه مرشد بودم ده اصابه بیادرت کردیم و خورد بوده که او بر خود کار جور کنم خب این ناراحت شد بسیار قهرش آمد گفت خب این را او را که اوتو کرده خب سعی که یک مادر خانه را از پیشتو نگیره که بسیار عیاش هسته پیش توی هم تکابا و گبا زنه ولی ده بیرون به 24 ساعت قیمت ترین شرابا رو میخوره و قیمت ترین گفتم این گفتم بزنس میزنم، گفت مادر بزنس کجا است؟ تا تو خیال کرده است همین مترفروشی گفت او سرمایه گذاری روی یک مترفروشی، او که پیسه کم میخوایم. مادر جان گفتم بچه خانه رو ما ده او کرده گفت مادر چرا کار گفتم خوب شده دیگه گفت ما در اگه ما کتاب گپ بزنم با جنگ میشم خب خلاصا ده بیادرش زنگ زد و ما زنگ زدم گفتم بچه کجایی <تصفح> جواب تلفن من نداد روز دیگه اشتباره زنگ زدم برش یه جو شو نامد برش زنگ زدم که کجا گفت ما در بیرون هستم گفت من میخوایم گفتم موتر فروشی که تو سرمایه گذاری که دیده رویش من او موتر فروشی را ببینم گفت ما در یک چیز میخواهیم خواهیم برات بگویم ما خانه را در سودا ماندیم خانه را سودا می کنم به خاطر که پیسه که ما بخوایم موتور رو شروع کنم خانه کم است اگر خریدار اومد مغال مقال نکنه برای تو یک آپارتمان بسیار نقلی خوب کرا می کنم تا روزی که زنده هستم کرای آپارتمان میتم ما دغال مغال شروع کردم و که چرا کار میکنی آپارتمان ما را نباید بفروشی ما اول در نامت کردیم بسیار کار اشتباه نکردیم گفت ما قال مغال نکو ما آپارتمان میفروشم آپارتمان از خود من است خب خلاصه پیش چه بگویم اشکاش به طفلکی هم تو میرفت گفت آپارتمان سودا کرد سودا کرد رفت برای ما یک اتاقه گرفت و ما داخل یک اتاقه بودم و خب خلاصه وضعیت هم قدر خراب بود کالای ما ششته نمیتونستم غذای ما پخته نمیتونستم دستایم درد میکنه از بس که استرس کرده و دپرشن گرفته و در خانه بوده خب خلاصه چند مدتی که آخرام کرای آپارتمان هم دادن نتانست که مرا صاحب آپارتمان آمد که کرای خانه تا دو که نداده خب خلاصه بر از زنگ زدم و به کلانه که صاحب خانه آمده کره خانه تناداده بچه کلان آمد من مادر گفت حق هستم ما مجبور هستم مادر من تو رو جمع نمیتونم تو رو در خانه نگاه کنم مجبور هستم ببرم تو رو در یک جای خانه سالمندان خانه دولتی یک جای تو رو بانم که از تو مواظبت کنم بعد گفتم بچه چطور است در جایی که برای میبرین گفت خوب است مادر یک جایی هست که ادقل میتونه از تو پرستار مواظبت کنه و دکتر هستم در بچه دیگیم زنگ زدم گفتم خدا نبخشیدم گفت مادر چرا گفتم دو ماه کرای خانه را ندادی صاحب خانه میخوای مرا بکشم گفت خوب چی میکنی گفتم ایچه برادرت میخوای مرا ببرد خانه سالمندان بانه تو که موفق هستی ها گفتم مادر بسیار خوب میشه اگه اونجا تو رو ببره بانه من میرم کرای اتاق دمیتم و تو رو میبرم اونجا میمانم برای تو یک اتاق خوب میگیرم خب بالاخره چه برد بگویم دخترم مرا برد در خانه سالمندان اردوگکشان ار برد مرا اونجا جوان همه چیز جور کرده بود مرا آورد این مرا این جمان دو زود زود سر زد و اول بعد بچه و کلان که قهر است و خیش نمی آیا یگان بار زنگ بزنه خورد کرای می آیا کرایه می رمید اما که از جیب خودش می یا که کدام موسسه خیریه را پیدا کرده فقط هم قمی فهمم که یکان بار خبر میگیرم و میگه که ما تا روز که زنده هستی میخوایم که از چی میگیم از شرمندگی تو در بیاییم چی شرمندگی خوار زندان هستم مثل زندان است نه کسی را میبینم نه کسی را میشناسم گفتم خب کسی کوی چی نداری دارم دو تا بچه ماما در اگسته دیگه میشنم خب بیادر و خواهر شینه کلشان در افغانستان بودن مردن و کشته شدن هیچ کسی را اینجا ندارم دلم بسیار سخت عزیزان دل قب و مشکریخت ما مشک ریختم. خواستم امروز داستان برتان بگویم خدافزی کردیم آمدیم گفتم من زود زود از تو خبر میگیرم می گفته هیچ وقت نگویی که من افغان هستم ده هیچ کسی گفتم چرا گفت نمیخوایم که کسی بیایه مرا ببینه بی و بگویه که زن افغان رو اینجا است درد ما دو برابر سه برابر میشه در کسی که تو را دید یا کسی تو را شناخت نگویی ولی دلم طاقت نکرد برش گفتم من باید این داستان تعریف کنم گفت یعنی چی؟ چرا این داستان تعریف میکنی؟ گفتم چنل یوتیوب همه برش نشان دادم گفتم موبایل خداری گفت آ گفتم بعضی روزا بشین قصه ها رو گوش کن من میخوایم ای اینا درس عبرت شوا برای دیگری گفتم صحیح است گفت آ صحیح است یک امضاگه گم از پشتش گرفتم و گفتم که من باید داستان نشر کنم برای چی برای که یاد بگیرین در کشورایی که هستن مثل امریکا و اروپا هیچ وقتی سعی کنین زندگی تانه تاول اولادای تان نکنین به خدا باور کنین بعضی بچه ها دمه امریکا که می آین ای قدر مفتخور و تنلش میشن، قدر بیکارم میشن، ای قدر اینا دربدر میشن که اینا تا میتونه سعی میکنه که تنپروری کنه و کار نکنه و یک مادری که یک سرمایه ای که یک مقدار داره او را از چنگالش در میاره خاطر تنپروری هست بار برو کلب برو برو پیدا کو ایرا چنج کو اورا چنج کو، کالای خوب بخر مویای ولی از خودش هیچ چیز نداره پوف است و پوف است و پوف است عزیزان امروز خواستم این داستان برتان بگویم یاد بگیرین از خودتان اکاونت داشته باشین سرمایه داشته باشین قصه مرد ایرانی را کردم از اول تا روز مردن سعی کنین یک نگینه تا نام اولادایتان نکنین بانش که تا روز زنده هست دارو برتان اینه تو بچرخه که مادرم است و تا روز که زنده هستی پدرم است اگر شما مثل ای خواهر ما تمام زندگی یا سرمایه تان بتن دست اولادتان اینی ای اولاد و اونو خوب بدش این خوبش خوبش از بعدش بدتر کرد برزی. خواستم می داستان امروز برتان نشر کنم و برتان بگویم که از خودتان معذبت کنید و خدا هیچ کس برد نمیخوره. دنیا دنیایی شده او, زمانا زمان گذشت که هفت نفر در داخل یک اتاق خواب خواب می کرد در افغانستان بسیار با اتفاق بودن و با تربیه بودن و مادر میگفت و پدر میگفت. و رام شاید هم و زور و ظلم و دیگه بود که یال اوتو نشده. یک ذره مادر که پیر شد من داستانی را دارم در یوتیوب مانده ایم که خانمی میگفت من 45 ساله هستم دخترم مرا میگه پایت لبی گور است دیگه چی میکنی خو اولادای ما را جمع کن میگفت اولادش آورده پیش من میمانه روستا به اینا خودشان دگشت و گذار است آخی گفتم دختر چرا اولادای تا میاره میمانی میگه پایت لبی گور است تو دیگه چی داری دیگه غیر از ما یعنی اینا اینی ای تو حساب میکنه عزیزان دل مواظب باشه یک دلار تان در بچه یا دخترتان نکنین یک یوروی تان بچه یا دخترتان نکنین تا زنده هستین بان که اولاد از شما معذبت کنه تا زنده هستین بان که اولاد به خاطر امو پول و زندگی تو بیای خانه تو بره بیای جمع کنه بیای از تو معذبت کنه و از تو سعی کنه که مادر مریض است نیست دکتر ببره هیچ وقت سعی کنین ای داستان برای شما اتفاق نفته موازی به خودتان باشید هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یک تا بوده باشید عزیزان دل خداوند یار و نگهدارتان